تصور کن که کنار پارتنرت نشستی و اون یهو یه آه مبهم میکشه. تو اون لحظه کوتاه تو میتونی انتخاب کنی که به کارت ادامه بدی یا اینکه ازش بپرسی چیزی شده؟ این لحظه‌های کوتاه ممکنه بی اهمیت به نظر برسن، ولی راهی که تو برای تعامل با پارتنرت انتخاب میکنی میتونه در طول زمان رابطت را بسازه و یا خراب کنه. اون آهی که پارتنرت کشید چیزی است که دکتر جولی و جان گاتمن اسمشو میذارن تلاش یا پیشنهادی برای ارتباط. این تلاش ها میتونن کوچیک یا بزرگ، کلامی و یا غیر کلامی باشن. ما میتونیم انتخاب کنیم که تو این طور لحظه ها به سمت پارتنرمون حرکت کنیم و پیشنهادش رو برای ارتباط قبول کنیم، یا اینکه ازش دور بشیم و پیشنهادش رو نادیده بگیریم. دکتر گاتمن در 40 سال گذشته هزاران زوج رو مطالعه کرده تا جواب یه سوالو پیدا کنه: چه چیزی استادان روابط رو از خرابکاران روابط جدا میکنه؟ دکتر گاتمن متوجه شد تفاوت بزرگی وجود داره بین اینکه هر کدوم از این مدل زوجها چطور به تلاش یا پیشنهاد برای ارتباط جواب میدن. در این طور لحظه ها استادان رابطه در 86% مواقع به سمت هم حرکت میکنن، در حالی که خرابکارها فقط 33% مواقع به سمت هم حرکت میکنن. تمایل به اینکه به سمت پارتنرت حرکت کنی، ارتباط بیشتر و بهتری باهاش داشته باشی، اساس اعتماد، ارتباط هیجانی، شور و زندگی جنسی رضایت بخش رو برای رابطتون میسازه. جالبه بدونی که وقتی زوجها از هم جدا میشن، معمولاً به خاطر مسائل بزرگ مثل خیانت نیست، بلکه بیشتر نتیجه نارضایتی و فاصله ای که در طول زمان ایجاد شده، وقتی که پارتنرها به صورت مداوم تلاش برای ارتباط رو نادیده گرفتن و از هم دور شدن. بنابراین به روابط خیلی خوب و استادان رابطه توجه کن. وقتی پارتنر تلاش و پیشنهادی برای ارتباط داره، توجه کن، علاقه نشون بده، سوال بپرس، سرتو تکون بده، گوش کن و گوشی یا لپتاپتو کنار بذار. انتخاب کن که به سمت پارتنرت حرکت کنی.